بسیاری بر این باورند که با انجام آیین و رسوم باستانی مانند مدیتیشن از بند خدایان شیطانی آزاد می شوند و به سمت نور و آگاهی قدم بر می دارند. در نهایت هم چشم سوم خود را می گشایند و به رازهای جهان دست می یابند. در ابتدای ویدیو لطفاً به این سوالات پاسخ دهید و بگویید چند نفر از شما به صورت برنامه ریزی شده مدیتیشن می کنید؟ چند نفر به قدرت های مدیتیشن اعتماد دارید؟ و چند نفر با انجام این عمل به بینش درونی دست یافتید؟ اگر شما هم به قدرت چشم سوم و دستیابی به نیروهای درونی از طریق مدیتیشن معتقد هستید، ابتدا باید بدانید که چه خدایی در پشت این انرژی قرار گرفته و نیروی درونی شما در مدیتیشن چه انرژی هایی را در جهان فعال می کند. شما باید بنیانگذار مدیتیشن را بشناسید تا درک کنید که به سمت چه خدایی هدایت می شوید. چرا که مدیتیشن یک روش بسیار مناسب برای دریافت و انتقال انرژی است که اگر به صورت جمعی انجام گیرد، انرژی کیهان را تحت تأثیر قرار می دهد. شیوا خدایی است که از هزاران سال پیش تا کنون با مدیتیشن پیوند خورده و این دانش را در اختیار انسان‌ها قرار داده. اگرچه مدیتیشن در ابتدا یک آیین مذهبی و روحانی در ادیان هندی بود، اما اکنون افراد بسیاری از سراسر جهان مدیتیشن را به عنوان روشی برای درک بهتر جهان پذیرفتند تا همچون شیوا به قدرت چشم سوم دست یابند. در واقع این راهی است که قبیله آگورا یا آگوری سالهاست که آن را در پیش گرفتند و چنان غرق در پرستش شیوا و قدرت‌های او شدند که تصمیم گرفتند ریاضت‌های سختی را متحمل شوند تا چشم سوم خود را بگشایند و از چرخه بی‌پایان تناسخ رهایی یابند و پس از مرگ دیگر هرگز به زمین باز نگردند. این قبیله به شدت بر آموزه‌های شیوا پایبند هستند و زندگی عجیبی دارند. آنها در گورستان‌ها زندگی می‌کنند، مانند انسان‌های 15000 سال پیش از جمجمه‌های انسانی به عنوان ظرف غذا استفاده می‌کنند. بدون هیچ لباسی در سرمای طاقت فرسا به مراقبه‌های سنگین و دشوار می‌پردازند. قبیله آگورا با لقب مکابرا شناخته می شوند که به معنی وحشت و ترس بیش از حد می باشد. در حقیقت این قبیله نماد مرگ و فداییان سرسخت شیوا در هندوستان هستند که معتقدند روح هر فردی شیواست. ولی واقعاً شیوا کیست و قدرت چشم سوم او چیست که فداییان او حاضرند به هر نحوی شده به آن دست یابند؟ در متون مذهبی هندویسم مانند وداها و پوراناها شیوا با هزار دست و هزار صورت توصیف شده که هر یک از این دست‌ها و صورت‌ها نشان دهنده یکی از توانایی‌های شیوا هستند. این ویژگی‌ها او را به عنوان خدای مهم و بزرگی معرفی کردند که قدرت‌های بیکران و عظیمی در کنترل جهان دارد. شیوا همچنین دارای سه چشم و پوستی به رنگ آبی است که این خصوصیات شیوا را شخصیتی غیرعادی و نامتعارف نشان می‌دهند. متون هندی چنان عجیب از قدرت‌های ماورایی و خارق‌العاده شیوا سخن گفتند که به نظر می‌رسد او نوعی موجود فراطبیعی و غیرقابل درک برای انسان‌ها بوده و با اینکه مردم باستان شاهد ظهور شیوا در زمین و قدرت‌های شگفت انگیز و سلاح‌های جنگی فوق پیشرفته او بودند، ولی به درستی نمی‌دانستند که با چه کسی و چه نوع تسلیحاتی روبرو شدند. اگر درباره قدرت‌های شیوا مطالعه کنیم می‌بینیم تمام اعضای بدن شیوا دارای خواص غیرعادی هستند. او زبان و حلقی همرنگ بدنش و به رنگ آبی دارد که از خاصیت سمزدایی برخوردارند. در نتیجه به قدری مقاوم است که حتی می‌تواند سموم مارها را نیز سر بکشد و دچار کوچکترین آسیبی نشود. ولی عجیب‌ترین قدرت‌های شیوا در چشم سومش خلاصه می‌شوند.
شیوا با چشم سوم خود نه تنها قادر به تماشای جهانهای فراتر از کیهان و جهانهای کوچک و میکروسکوپی بود، بلکه او از این چشم برای نابودی و تخریب نیز استفاده میکرد. شیوا پس از نشانه‌گیری به طرف دشمنان از چشم خود یک اشعه آتشین و رعداسا به سوی آنها شلیک میکرد و این اشعه در یک آن باعث نابودی هزاران هزار دشمن میشد. چشم سوم شیوا نشان دهنده دانش و خرد بی همتا و قدرت مطلق اوست. طبق متون مقدس هندی، شیوا با کمک این چشم می توانست به صورت همزمان گذشته، حال و آینده را ببیند و اسرار جهانهای موازی و کیهانی را درک کند. چشم سوم شیوا دانشی بیکران و آگاهی از همه چیز را به او ارائه می دهد. بنابراین او بینشی فراتر از جهان مادی دارد و ابعاد بالاتر هستی را درک می کند. چشم سوم اون قدرت تخریب و قدرت آفرینش دارد و شیوا با یک نگاه می تواند جهان را نابود کند و با نگاهی دیگر باعث آفرینش در جهان شود. او با چشم سوم خود به سرتاسر هستی دسترسی دارد و می تواند با موجودات الهی و ساکنان دیگر سیارات ارتباط برقرار کند. شیوا با این چشم عجیب حتی می تواند بر عناصر طبیعی مانند آتش، آب، باد و زمین نیز تسلط داشته باشد. قدرت‌های چشم شیوا حقیقتاً عجیب است، اما زمانی از شدت تعجب شوکه می‌شوید که بدانید شیوا از چشم خود به عنوان سلاح استفاده می‌کرد. داستان‌های بسیاری درباره قدرت چشم سوم شیوا در متون باستانی هندو وجود دارد. در یکی از داستان‌ها خدای عشق تیری به سمت شیوا شلیک می‌کند و شیوا در پاسخ فقط چشم سوم خود را می‌گشاید و با یک چشم به هم زدن خدای عشق را به خاکستر تبدیل می‌کند. در داستان دیگری هم آمده شیوا همیشه بسیار شکست ناپذیر بود و تا وقتی که مورد سپاس، احترام و تعظیم قرار داشت، مهربان و آرام بود. روزی خدایان مورد حمله موجودات قدرتمندی به نام آسورا قرار گرفتند. آسورا موجوداتی با قدرت‌های خارق‌العاده و جادویی بودند که در ابتدا به عنوان خدایان مورد پرستش قرار می‌گرفتند، اما به مرور جایگاه خود را از دست دادند. در نتیجه این برکناری، آسورا به دشمن اصلی خدایان هندو تبدیل شدند. آنها قدرتی برابر با خدایان داشتند و به دنبال برهم زدن نظم کیهانی و تسلط بر جهان بودند، اما بیشترین دشمنی را با خدایی به نام ایندرا داشتند. ایندرا که یکی از قدرتمندترین و اصلی ترین خدایان هندوست، به عنوان پادشاه خدایان، نگهبان آسمان ها و خدای رعد و برق، باران، طوفان و جنگ شناخته می شود. او قهرمانی است که با کمک سلاح کیهانی خود که یک آذرخش و رعد و برق است، بر علیه شیاطین می جنگد و نظم کیهانی را حفظ می کند. ایندرا پادشاه بهشتی است که خدایان در آن ساکن هستند و جالب اینجا در متون ودایی ایندرا حامی آریایی ها توصیف شده که در جنگ ها آریایی ها را یاری می دهد تا بر علیه نیروهای تاریکی بجنگند و پیروز شوند. زمانی خدایان به سرکردگی ایندرا مورد هجوم آسوراها قرار گرفتند. اگرچه در این جنگ ایندرا با سلاح مشهور و خطرناک خود دشمنان را به سوی عقب راند، اما خطر شکست خوردن در جنگ آنچنان حتمی بود که ایندرا مجبور به کمک گرفتن از شیوا شد. خواهش و تمنای ایندرا جواب داد و شیوا پذیرفت که در جنگ خدایان را یاری دهد. شیوا توافق کرد که نیمی از قدرت فراوان خود را به ایندرا و دیگر خدایان تسلیم نماید، زیرا شیوا معتقد بود که ایندرا و سایر خدایان با تحویل گرفتن نیمی از قدرت او قادر خواهند بود تنها با یک پرتاب آتشین آسوراها را نابود کنند، اما نه ایندرا و نه هیچ کدام از خدایان دیگر قادر به دریافت و ذخیره حتی نیمی از قدرت شیوا نبودند.
در نتیجه شیوا به دلیل مشاهده این عدم توانایی به ایندرا و دیگر خدایان پیشنهاد داد که آنها نیمی از قدرت خود را به شیوا تحویل دهند. خدایان این پیشنهاد را پذیرفتند و سپس شیوا فقط با کمک چشم سوم خود آسوراها را به خاکستر تبدیل کرد. اما پس از این شیوا نیرویی را که خدایان به او داده بودند دیگر به آنها پس نداد و از این لحظه به بعد تبدیل به قدرتمند ترین خدا شد. البته قدرت های شیوا به همینجا خلاصه نمی شوند. متون باستانی هند مانند پوراناها و مهابارتا و دیگر متون به طور مستقیم و بدون هیچ تحریفی به تسلیحات دیوانواری از شیوا اشاره می کنند که حقیقتاً انسان را به تعجب وامی دارند. سلاح‌هایی مانند موشک آسمانی، نیزه اشعه افکن، کمان و شمشیر آتشین که بسیار پیشرفته به نظر می‌رسند و همگی می‌توانستند نابودگری عظیم باشند. فقط با یک مرور کوچک درباره تسلیحات شیوا می‌توان درک کرد اون موجودی ماورایی با دانشی بسیار فراتر از زمان حال بوده. برای مثال مهابارتا توضیح می‌دهد موشک آسمانی شیوا که پاشو پاتاست را نام دارد توسط چشم، ذهن و کلمات شیوا کنترل می شود و هرگز علیه دشمنان کوچکتر یا جنگجویان کمتر مورد استفاده قرار نمی گیرد، زیرا این سلاح قادر است خلقت را نابود کند و تمامی موجودات زنده و غیر زنده را از بین ببرد. این سلاحی است که به هیچ عنوان نمیتوان در برابر آن مقاومت کرد. این سلاحی است که در دست قرار نمیگیرد و به صورت توپی به سمت هدف و دشمنان پرتاب می شود و فقط با یک پرتاب میتواند همه چیز را نابود کند. همچنین شیوا سلاح سشاخه‌ای درست مانند سلاح خدای یونانی پوسایدن دارد که تریشول نامیده می شود و قدرت‌های بسیاری درونش محبوس شدند. این سلاح سشاخه شیوا نمادی از تسلیس‌های سگانه مختلف است. تسلیس‌هایی مانند ایجاد، حفظ و نابودی، گذشته، حال و آینده، وضوح، دانش و خرد، آسمان، ذهن و زمین، روح، آتش و خاک، مرگ، معراج و قیامت و بسیاری از سگانه‌های دیگر. ولی به طور کلی سلاح شیوا به او قدرت گذشته، حال و آینده را به صورت همزمان می‌دهد و شیوا از آن برای نابودی و آفرینش مجدد استفاده می‌کند. با این حال شیوا در هنگام روبرویی با دشمنان خود از این سلاح نوعی اشعه قدرتمند و شبیه به رعد و برق پرتاب می کرد که به راحتی دشمنانش را از پا در می آورد. حال با این توصیفات آیا هنوز می توان گفت که شیوا یک خداست؟ یا باید گفت اون موجودی از ورای آسمان بوده که هیچ کلمه‌ای برای توصیف او کافی نیست؟